بسم الله الرحمن الرحیم. خدا با لقب و با اوصاف هم اسامی امیر المؤمنین رو آورده، اللوامع النورانیه فی اسماء امیر المؤمنین و اهل بیته القرآنیه. میدونی کتاب مال کیه؟ مال اسد هاشم بحرانی است. خدا به قبرش نور ببارد. یک عالم نورانی ولایی عجیب و غریبی بوده. بعضی از علما میگن سلمان زمان خودش بوده، صاحب تفسیر برهان. یک کتاب مستقل نوشته فقط به این عنوان، لقبهای امیر المؤمنین در قرآن. وقت اگه میخوای اسماء دشمنان امیر المؤمنین هم ببینی، کتاب آیات البراءه رو برتهیه کن. آیات البراءه 600 آیه از تو قرآن جمع کرده با روایات زیلش از اهل بیت. ذکرهم به ایام الله، این ایام اللهی که موسی مأمور به قومش بفهمونه بابا توجه به این ایام الله که شما رو از ظلمت های کفر و شرک و فسق و فجور و صفات رذیل خارج میکنه و در وادی نور داخل میکنه. حواستون رو جمع کنید، اولیش ظهور امام زمانه. خیلی عجیبه، هنوز پیغمبر به دنیا نیومده، هنوز نسل خاتم الانبیا پا به عرصه وجود نگذاشتن. خدا داره به موسی همونطوری که به موسی فرموده بود امام حسین رو به قومت معرفی کن، روزش هم بخون، اشکشون هم درار. به عیسی همین سفارش کرد، به نوح همین سفارش کرد، به آدم همین سفارش کرد، به تمام انبیا خدا سفارش کرد بابا برای امام حسین پسر پیغمبر آخر الزمان که او را اینگونه غریبانه با لب تشنه میکشن روزه بخوانید، بگرید و بگریانید. دقیقا با همین ملاک خدا به همه انبیای گذشته سفارش کرد، قومتون رو بگید که ما یه منتقمی در آخر زمان داریم از نسل انبیا و اوصیا که او خاتم الاوصیاست و دوازدهمین وصی خاتم الانبیاست. ذکرهم به ایام الله. و خیلی عجیبه، 3 روز خدا انتخاب کرده برای مصداق ایام الله، هر 3 عجیب و غریبه و هر یک مقدمه دیگری است. ظهور مقدمه رجعت، رجعت مقدمه قیامت. در هر 3 انتقام دشمنان امیر المؤمنین، انتقام قتله سید الشهدا گرفته می شود. تمام قتله از زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن، خود پیغمبر، امام حسین، تک تک ائمه اطهار، قتله انبیاء گذشته، اوصیای گذشته رو خدا همه رو زنده می کند، به دست امام زمان در روز ظهور انتقام می گیرد. این انتقام در روز رجعت باز تکرار می شود. همین انتقام در قیامت هم دیگه با یک تشریفات عجیب و غریبی تکرار می شود. خیلی عجیبه. در روایتی دارد حضرت زهرا وقتی میاد تو صحرای محشر به درگاه خدا عرضه می دارد، الهی ارن الحسن و الحسین، 2 فرزندم حسن و حسین رو به من نشون بده. داره امام حسین وارد صحرای محشر می شود با سر بریده و اوداجه تشخب و دمن، از سر رگهای گلوی امام حسین همینطور خون تراوش می کند، جگر حضرت زهرا می سوزد، یک ناله می زند، تمام صحرای محشر می شود آه و گریه و ناله. بعد حضرت زهرا به درگاه خدا عرض می دارد، خدایا انتقام حسین مرا بگیر. اونجا دادگاه عدل الهی برقرار می شود. خیلی عجیبه، توجه به این 3 روز آدم از ظلمت می کشونه بیرون، وارد حریم نور می کنه. اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. بعد زیلش عجیبه، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یه حرفا که ما داریم به عنوان یه مکالمه‌ای که با کلیم الله خودمون موسی داشتیم توش یک آیاتی است، یک نشانه هایی است. ای کسی اهل صبر باشد و اهل شکر باشد، نه تنها شکر کند، نه تنها صبر کند، صبار باشد، صیغه مبالغه است، شکور باشد، با صیغه مبالغه است، خیلی صبور باشد، خیلی اهل شکر باشد، پای هر نعمتی چندین شکر داشته باشد،
برای هر مصیبتی چندین بار صبر و خیشتنداری کرده باشد که دینش، ایمانش، عملش از دست نرود. معلوم میشه آخر الزمان اونقدر بلا از هر طرف سراغ آدم میاد که اگر صبرت زیاد نباشد و شکرت زیاد نباشد و توجه به امام زمانت و توجه به رجعت و توجه به قیامت نداشته باشی میلغزی، تو ظلمات میمونی. راه خروج از ظلمات توجه به نور خداست. یهد الله لنوره من یشا، این فراز آخر آیه نوره. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات تا آخر، آخرش اینه یهد الله لنوره، فرمود این لنوره امام زمان است. امیر المؤمنین فرمود، سر مبارک رو پایین انداخته بود، این آیه رو میخوند با انگوش زمین رو میخراشید، هی علامت رو زمین میزد، گفت یا امیر المؤمنین چه میکنید؟ فرمود دارم فکر میکنم و تعجب میکنم که کسی این آیه را میخواند ولی نمیفهمد. گفت منم نمیفهمم، بفرمایید چیه مقصود. شروع کرد از اول آیه هر جزئی را به یکی از معصومین تفسیر کرد، آخرین جزءش که یهد الله لنورهی من یشا، فرمود این مال فرزندم مهدی است. خدا هر که را بخواهد بپسندد به نور خودش که فرزندم مهدی است هدایتش میکند. یعنی هر کسی لیاقت ندارد که سراغ مهدی من بیاید و از او دم بزند و در انتظار او بنشیند و در فراقش بگرید و در قنوت هر نمازش برای فرج او دعا کند. لیاقت میخواد. بی خود زین العابدین نمی فرماید ان القائلین به امامته، الثابتین علی موالاته، المنتظرین لظهوره، افضل من اهل کل زمان. خوب دقت کنید چند لحظه، مجلس مجلس علم، طلاب و اهل فضل حضور دارن، متوجه میشن من چی میگم. افضل من اهل کل زمان اطلاقش اصحاب تمام انبیا و تمام ائمه رو میگیره، فقط یک گروه استثنان و اونا اصحاب امام حسین هن. تو خود امام حسین و امیر المومنین دوتا نسل داریم که میفرماین اینا استثنان، نه در سابقین نه در لاحقین اصحابی نیکوکارتر و بهتر با صفاتر و با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم و نخواهم دید. اما بقیه این سخن زین العابدین برون حاکم است، به قول اصولیون برون وارد است، یا حاکم است یا وارد است دیگه، فرقشو برو از اساتیدت بپرس. خیلی عجیب. افضل من اهل کل زمان، چرا یا زین العابدین؟ لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. چون خدا به منتظران فرزندم مهدی یک درک و شعوری میدهد بر اثر اون انتظار خالصشون، اون عشقهای نیمه شبشون، اون زجه هایی که به درگاه خدا در فراق او میزنند، اون جمکرن هایی که میروند و به امام زمانشان سلام میدهند و اظهار دلتنگی میکنند، خدا فهم و شعور اونا را بالا میبره، به حدی از درک و شعور میرسن که غیبت برای اونها به منزله شهود و حضور میشود، که ان امام زمانشان را میبینن در این حالی که نمیبینن. بعد فرمود اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، مخلصان حقیقی اینان، شیعیان راستین ما اینان، دعوت کنندگان حقیقی به دین خدا اینان، و دعات و الی دین الله سرن و جهرا. حتی فرمود جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. انگار در محضر رسول خدا در همه جنگ ها بودن، به امر و فرمان رسول خدا جنگیدن و به شهادت رسیدن. واقعا بیشعوری آدم یه همچه امام با عظمت در عصر او زندگی کند ولی از او بهره ای نبرد. که وقتی جابر سوال کرد آقا شما به ما خبر از غیبت فرزندتان مهدی میدهید، امام غائب فایده ای هم دارد؟ فرمود ای و ربی، آری به خدا قسم،
انهم لیستضیعون بنوره و ینتفعون بولایته کانتفاء الناس بالشمس و ان تجلل لها سحاب. قطعا فایده میبرن، استضاعه میکنن از نور او، خودشان را منور میکنن، از ولایت او بهره میبرن. همونطوری که خورشید وقتی در پس ابر غیبت قرار میگیرد، جاذبه اش برطرف میشود، نورش به کلی از بین میرود، حرارتش به کسی نمیرسد، تقلیل پیدا میکند اما از بین نمیرود. جاذبه که قطعا هست. شده یک بار خورشید پس ابر رود، نظام منظومه شمسی به هم بخورد؟ جاذبه هست. امام زمان حجت خدا ایست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. جاذبهش هست. او ذات قدیسی است که خود فرموده بیت و الله البلا عن اهلی و شیعتی. اگه من مهدی نبودم بلا بر سر اهل و شیعیان و خاندانم نازل می شد به واسطه من، عبادات من، و حتی تو بعضی از روایات داره به واسطه شیعیان خلص ماست که بلا از سایر مردم دفع می شود. خدا به اونها روزی می دهد، باران رحمتش را بر سر اونها فرود می آورد، حتی دعاهای اونها را خدا مستجاب می کند. پس وقتی خدا، حواسمون رو جمع کنیم به خدا، من از وقتی این آیات رو شروع کردم مثلا طرز تفکرم نسبت به امام زمان از زمین تا آسمون تغییر کرد. با اینکه من از بچگی تو این وادی بودم، از سن تکلیف تو این وادی بودم، اما به این آیات که رسیدم دیدم یک دید دیگری شد نسبت به امام زمان. شما حساب کنید، خدا به موسی داره میگه اخرج قومک من الظلمات الى النور، بعد راه رو این انتخاب میکند، ذکرهم به ایام الله، به اینا بگو یه امام زمانی بیاید، بگو یه ظهوری هست در پس این عالم، بگو یه انتقامی هست، بعد عالم رجعت هست، باز همه کار اونجا امام زمانه. در قیامت هم همینجور امام حسین بر میگردد، امیر المؤمنین بر میگردد، تمام ائمه بر میگردن، تو زیارت آل یاسین میخوانی و ان رجعتکم حق یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمانها خیرا. دیگه اونجا بخوای ایمان بیاری، اونجا بخوای در سایه ایمانت کسب خیر کنی، فایده نداره. من به خیلی از مدعا گفتم، به خیلی از اهل منبرم گفتم، گفتم بابا اشک مردم برای امام حسین در میارید، اینا حال استجابت دعا پیدا میکنن. امام صادق سلام الله علیه سفارش کردن وقتی چشماتون پر از عشق شد فوری دعا کنید، فقطن مدعا، غنیمت بشمارید دعا کردن رو، که خدا دعاتون رو مستجاب میکنه. بابا چرا برای امام زمان دعا نمی کنید؟ چرا از این فرصت طلایی استفاده نمی کنید؟ آخه چقدر بکشیم دیگه، چقدر مصیبت، چقدر بلا، چقدر دشمنی همه ی عالم با شیعه. و این فرمایش خود امام عصره که اگه شما دعا کنید یک فرجی در زندگی شما خواهد شد. اینا رو باید باور کرد دیگه. اکثر الدعاء بتعجیل الفرج و ان ذلک فرجکم. ذلک اسم اشاره بعیده، به فرج بر نمیگرده، به دعا بر نمیگرده، به اکثار در دعا بر میگردد. و ان ذلک یعنی الاکثار فی الدعاء فرج در کار شما می آورد. ممکنه بگی یعنی مثلا چقدر دعا کنیم که به این فرمایش امام زمان عمل کرده باش، که از ظلمات بیایم بیرون، که انگار ما از امت موساییم، موسا میخواد به ما تذکر بده، ذکرهم به ایام الله. خب متذکر شدیم، امام زمان رو شناختیم، فهمیدیم، باید براش دعا کنیم. چقدر دعا کنیم که اکثار در دعا محقق شود در زندگی ما، فرج بیاد، قرضامون ادا بشه، مشکلاتمون حل بشه، فهم و شعور و درکمون بالا بره، تو درس و بحث نمره خوب بیاریم. ها؟ همه اینا میشه، والله میشه، اما راه داره. راهشو پیغمبر در یک حدیثی میفرماید، میفرماید در روز جمعه اکثر من الصلاه علی، هم در روز جمعه هم در شب جمعه، هر دو رو حضرت تصریح میکنه، در روز جمعه و در شب جمعه بر من و آلم زیاد صلوات بفرستید. یه نفر پرسید یا رسول الله یعنی چند تا؟ فرمود 100 تا اقلش، اگه بیشتر فرستادی که نوران علی نور است، زیاده در خیر است. یعنی تو 1000 تا به قول علامه مجلسی روز جمعه میتونی صلوات بفرستی، شب جمعه هم همینطور.
اما اقل عدد برای تحقق کثرت در صلوات بر پیغمبر آل هم در شب جمعه هم در روز جمعه 100 بار در روز 100 بار در شب، مجموعش میشه چند تا؟ 200. این 200 رو بیار تو فرمایش امام رضا پیادهش کن. امام عصر میفهمد اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلك فرجكم، نه مقید به شب نه مقید به روز، مطلقه هم در شب هم در روز برای فرج من مهدی زیاد دعا کنید. یعنی آقا جون چند بار؟ از زمان دیگه کم کمش 200 بار باید دعا کنیم. اگه بیشتر دعا کردی که ما ممنونیم براتون دعا میکنیم، ما غریب افتادیم. بینی و بین الله اگه ما به زمان بیاد به ما یه همچه حرفی رو بزنن چه پاسخی میدی؟ باز میگی من کار دارم، من درس دارم، من منبر دارم، من یه تألیف مهم میدارم. آقا جون خجالت نمیکشی به امامت این گونه جواب میدی؟ حضرت میفهمن من یه عبل وز ندارم، جدم حسین یه عبل وز داشت، رشید یه علی یه اکبر ندارم، حتی یه حبیب ندارم. رفتی سر قبر حبیب نگاه کن، از لا پنجله یه زریش یه پارچه سبز رو قبرش افتاده. امام حسین یک تعریف از حبیب کرده: کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی رکعت واحده. حبیب تو یک فقیهی بودی که عابد بودی، زاهد بودی، در یک رکعت نمازت یک ختم قرآن میخوندی. یک حبیب امروز امام زمان دارد، قرآن از این بالاتر اصلا هر داره امام زمان. اینقدر گفته میشه انگار نه انگار. خدا شاهد من گاهی از دور برای اینکه خودم قربت امام زمان رو لمس کنم به کسانی که سفارشو کردم از دور اینا رو ملاحظه میکنم، ببینم عمل میکنن نه تک و توک. میگم آجون بعد هر نماز سر هر سجادت 40 بار برای امام زمان دعا کن، 40 تا 5 تا در 5 وعده نماز میشه 200 تا. این اقل عددی است که امام زمان از ما توقع دارد. چرا دعا نمیکنی؟ کجا میخوای بری؟ چه قله کمالی رو میخوای فتح کنی؟ یک سال اقلا باورم نداری، امتحان کن. بعد ببین حضرت تو مشکلات زندگی دخالت میکنن، دردتو درمان میکنن، قرضتو ادا میکنن. به خدا معجزات من دیدم از این روش تو زندگی خیلی ها. اصلا به این نیت برو مجلس امام حسین گریه کنی که برای فرج امام زمانت دعا کن. به این نیت لباس مشکی تنت کن که امام زمان تو را دوست بدارد. بعد دوست داشتن امام زمان باعث یک حالت رقتی در تو می شود. زیاد برای امام حسین گریه بکنی به حدی میرسی که به حال غشوه میفتی. یه وقت بینی حضرت سرتو به دامن گرفت و اون نگاه مهربانانهی که امام زمان به تو میکنن هستی تو زیر رو میکنه، مثل وجودتو طلا میکنه. یک سال این شکلی زندگی کن، همه مدل زندگی کردی. خیلی آدم غصه میخوره وقتی میفته تو این وادی، بعد میبینه امام زمان یارانش چقدر کمن. تا آدم غافل اصلا نمیفهمه وقتی خودش میفته تو وادی. اینو از خیلی ها شنیدم، هی میان گلایه میکنن چرا فلانی غافله با اینکه اهل ولاس، چرا فلانی هیچ سفارشی راجع به امام زمان نمی کنه با اینکه خدمات خوبی نسبت به اهل بیت انجام داده. میگم چه میدونم چی بگم. چرا شو برو از خودش بپرس، بگو گناه امام زمان چیست که نه خودت نه اطرافیانت را وادار به یک دعای خالصانه با تحقق کثرت دعایی که امام زمان به اون وصیت و سفارش کردن دیگه در این توقی که شکی نیست. اگر در فلان تشرف و فلان خواب شبهه ایراد کنی توی فرمایش که حرفی نیست. یه وقتی من محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله وحید خراسانی بودم، صحبت همین قضایا بود و که یک حرکتی شروع بشه و یه سفارشی بشه، شما میفهمدن در این که دعا مؤثر جای بحثی نیست، اصلا جای تردیدی نیست، این که باید برای امام زمان دعا کرد هیچ جای تأملی نیست. فقط در اون بسیج عمومیش ایشون یک شبهاتی داشت که اگر مثلا این کار شد بعد اتفاقی نیفتاد، بعد مردم به حال یأس افتادن چه کنیم؟ این بدبختی مردم دیگه که ضعف عقلی دارن. آقا مگه ما مأمور به نتیجه ایم؟ ما مأمور به وظیفه ایم. آقا فرمودن دعا کن دعا کن. امام صادق فرموده انتظر الفرج صباحا و مساء بسم الله، یلا را بیفت. چی کار داری که دعای تو مؤثر واقع می شود یا نمی شود؟
بعدم مگر استجابت دعای برای فرج به شدن ظهور است؟ به جلو افتادن ظهور است؟ حدود 50-60 سال پیش یه مشجبون تو مشهد پا شدن رفتن تو کوههای خلج، شب سرد زمستانی گفتن ما امشب تا صبح اونقدر دعا میکنیم برای فرج امام زمان که یا حضرت تشریف بیارن یا ما رو ببرن پیش خودشون یا همجا بمیریم، ما دیگه به شهر بر نمیگردیم. تو یک همچه آتش و شعله انتظاری داشتن میسوختن. حدود 20 نفر بودن. یه روحانی هم همراه اینا بود. میگه بعد از آنی که کلی دعا کردن و گریه کردن دیگه نفسا برید و بیحال شدن و پاهم تو برف و هوام سرد و من دیدم اینا تصمیمشون قطعیست که بمانند و بمیرند و یا برسن. خلاصه اونقدر با اینا ور رفتم و اصرار و التماس و آیه خوندم، روایت خوندم، تکلیف معین کردم، با برگردید، هلاکت نفس جایز نیست، به زور اینا رو برگردوندیم به شهر، خسته و کوفته. نماز صبحشون رو خوندن و خوابیدن، یکیشون در عالم رؤیا محضر امام زمان شرفیاب میشه. حضرت میفرمانی این دعاهای دیشب شما برای ظهور من 20 سال ظهور من و جلو الله همین بسته که تو تاریخ ظهور ثبت بشه ولو تو بمیری، که این آقا فردای قیامت خدا تو پیشانید میمیسه باعث شده 20 سال ظهور امام زمان جلو بیفته، یعنی 20 سال انتقام اون پهلوی شکسته زودتر گرفته بشه، 20 سال اون صورت سیلی خورده زودتر انتقامش گرفته شود، 20 سال زودتر اون بازوی ورم کرده انتقامش زودتر گرفته شود، اون سینه ابی عبدالله که زیر صبح اسم ها خورد شد 20 سال زودتر انتقامش گرفته شد، ثبت میشه اسم تو تاریخ. همین بسته دیگه، منتظر نباش که آقا تو ببینی، همین بسته. یک برگ برندهی برای تو ثبت میشود، همان گونه که برای قمر بنی هاشم ثبت شد، برای عقیلت العرب ثبت شد، برای رقیه ثبت شد. هیچ میدانی رقیه چه مقامی پیدا کرد تو بچه های امام حسین؟ اونقدری که او اظهار دلتنگی به سید الشهدا کرد، شاید هیچ از بچه های امام حسین اینقدر اظهار دلتنگی نداشت، اونقدر غصه خورد و گریه کرد در فراق بابا تا دق کرد و مرد. این ثبت شد تو تاریخ، رقیه شد باب الهوائج. این داستانو میگم براتون ولو میدونم گفته شده میدانید، اما یه نتیجه میخوام ازش بگیرم، اون نتیجه تازه است نشنیدید. این همین امسال برای من اتفاق افتاد. خب میدانید حدود 100 سال پیش یه خرابی در قبر مطهر حضرت رقیه رخ داد و آب افتاد و سید ابراهیمی بود، خادم حرم حضرت رقیه بود، 3 تا دختر داشت، پسردارم نمیشد. شب اول دختر بزرگش حضرت رقیه یه دختر 3-4 ساله رو خواب دید، خیلی نورانی، خیلی ملی. برو به بابات بگو بره پیش حاکم، قبر منو آب گرفته، بدن من تو آب افتاده، قبرم داره خراب میشه، بگو حاکم بیاد قبر منو بازسازی کنه. از خواب بیدار میشه، قصه رو بره باباش تعریف میکنه. باباش چون خواب بوده اعتنایی نمیکنه. شب دوم دختر وسطی خواب میبینه، عین همون خواب، به باباش میگه، باز اعتنا نمیکنه. شب سوم دختر کوچیکه خواب میبینه، در نقلی شنیدم شب چهارم خودش خواب میبینه، دیگه دل به دریا میزنه، میگه 3 شب 3 تا دخترم خواب دیدن، امشبم خودم خواب دیدم، اگر اعتنا نکنم ممکنه بلایی بر من نازل بشه. دل به دریا میزنه و حاکم هم سنی بوده، با میشه میش حاکم، میگه قصه اینه، 4 شب ما داریم خواب میبینیم، لابد یه خبریه. حاکمم تنش میلرزه و دستور میده تمام امرا و سرلشکرا و علمای اهل سنت و علمای شیعه جمع میشن، بعد میان مردد میشن کی وارد سرداب بشه، دختر سید الشهدا. هیچ کس جرأت نمیکنه. عاقبت یه نفر میگه آقا هر کی به دستش قفل سرداب بدون کلید باز شد او وارد بشه. معلوم میشه امام حسین فقط به او اجازه دادن، هر کی میاد دست میزنه باز نمیشه. عاقبت به خود سید ابراهیم میگن سید ابراهیم خودت بیا دست بزن ببینیم چی میشه، تا دست میزنه قفل باز میشه. هم میرن کنار با بسم الله و سلام و صلوات میره پایین، میره بدن یه دختر 3 ساله تر و تازه، انگار الان دفنش کردن، حتی اون پیراهن و کفن او تر و تازه است، تکون نخورده. بدن رو هم دو که پوشیده بوده بلند میکنه میاره
صدای ولوله و گریه تو سنی و شیعه را میفت. اینا سری مشغول بازسازی قبر مطهر میشن و عجیب اینه که نوشتن این سید در طول این سه شبانه روز نه گرسنه میشود، نه تشنه میشود، نه خسته میشود و خوابش میگیرد. یک سر رو به قبله ایستاده بود، بدن رو دست نگه داشته بود و زار زار گریه میکرد. فقط وقت نماز بدن رو روی جای پاکی میگذاشت، نمازش رو میخوند، دو مرتبه این بدن رو دست نگه میداشت. تو همون لحظاتی که این بدن رو دستش بود، خدا رو به حق این بدن قسم میدهد، خدایا به من فرزندان پسری عطا کن، چندین سال آرزو دارم. بعد بدن رو قبر رو که بازسازی میکنن با احترام میبره دفن میکنه، میبینن از قبر که از سرداب که داره میاد بالا زار زار مثل زل جوان برده اش میریزد. میگن سید چیه؟ میگن نپرسید، نمیتونم بگم. اصرار میکنن، میگه یک لحظه پارچه کنار رفت، دیدم هنوز بدن جای تازیانه و کعبه نه هنوز باقی. ولولهی میفته تو مردم. بعد این قصه در دست این سید یک اثری آشکار می شود که هر مار گزیده و هر عقرب گزیده ای رو که میارن پیشش یه دست میکشه فوری خوب میشه، اصلا زهر میزنه بیرون یه شکل عجیبی. و خدا بعد این قصه چند تا فرزند پسر به او میدهد که نسل پسر او خیلی آشکار همه جا هستن. و ایشون یه پیرمردی رو، اونی که می‌خواستم بگم اینه، یه پیرمرد، این قصه رو من در مشهد که گفتم، یه پیرمردی از معاودین حدود 80 سالش بود آمد گفت من خودم یکی از کسانیم که نه این که اثر دست سید ابراهیم رو دیده باشم، نه این که اثر دست پسرش را دیده باشم، اثر دست نوه او را در کربلا دیدم. گفتم چطور؟ گفت من 12 سالم بود، یعنی حدود مثلا 67-8 سال پیش، یه عقربی پشت پاشنه منو زد جوری که من بی حال افتادم رو زمین. پدرم نوه آسد ابراهیمو تو کربلا میشناخت، سری منو بغل کرد، بدو بدو گریان رسون پیش سید. سید معممم بود، منو نشون روی صندلی، پای منو گرفت تو دستش، شروع کرد یک دعایی رو خوندن، بعدم این پشت پای منو شروع کرد فشار دادن. قطرات زر از همون جای نیش عقرب مثل قطره چیکون میگفت شروع کرد یه چیزی ماده سبزی چکیدن و من با پای خودم برگشتم به خونه. وقت تو میگه حضرت رقیه در کار نبوده. این پیرمرد الان هست تو مشهد، هر کی خواست آدرسشو میدم بره ببینش. اثر دست نوه سید ابراهیمو دیده. مردم امشب بناس بریم در خانه 3 ساله امام حسین، هر حاجتی داری در نظر بگی، کمم نگذار، یتیم نوازی خیلی ثواب داره. گریه داری گریه کن، نداری ناله کن، صداد خفه شده صداد در نمیاد خودتو بزن، به هر شکلی میتوانی به یتیمت الحسین اظهار علاقه کن. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان بیا به ما یاد بده چطور برای عمه 3-4 سال ات گریه کنیم. این مردم اگه یک بار فقط اون چهره غمگین شما، اون عشق عجیب و غریب شما را ببینن، جور دیگری گریه بیکنن.